تمام سیاره های منظومه شمسی در رویدادی نادر در آسمان به خط شدند. این شبا توی آسمون گرد همایی بزرگی برگزار شده. تماشاگران زمینی فرصت کمیابی به دست آوردن که همه سیاره های منظومه خورشیدی رو توی یک زمان در کنار همدیگه ببینن. ماه هم توی این جشنواره شرکت خواهد کرد. همراستایی هر هفت سیاره منظومه شمسی توی آسمان پدیده نادریه که تا سال 1419 خورشیدی تکرار نخواهد شد. اگه دوست دارین راجع به این گرد همایی سیارات بیشتر بدونین، این ویدیو رو از دست ندین. همراهان چنل ساینتیا سلام. اگر هنوز به چنل ما سابسکرایب نکردید ازتون میخوایم لطفاً همین الان به چنلمون سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. بریم با هم ببینیم این شبا توی آسمون چه خبره و ماجرای همراستایی سیارات منظومه شمسی چیه؟ مقارنه. این همراستایی توی منظومه شمسی شامل 5 سیاره درخشان عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل میشه که به راحتی با چشم غیر مسلح دیده میشن. این سیاره ها به قدری درخشانند که توی آلودگی نوری شهرهای بزرگ هم قابل تشخیصن. اینم بدونین که زهره درخشانترین سیاره و عطارد کم فروغترین خواهد بود. همچنین این سیاره ها به ترتیب فاصله از خورشید توی آسمون به صف شدن. ستاره شناسان این نزدیکی ظاهری سیاره ها رو مقارنه میگن. مقارنه 2 یا 3 سیاره چندان غیر معمول نیست. ولی آخرین بار که هر 5 سیاره درخشان در کنار همدیگه قرار گرفتند، آذر 1383 بوده. 2 سیاره دوردست اورانوس و نپتون هم توی این جمع حضور خواهند داشت. ولی شناسایی این 2 قوله یخی دشوارتر بوده و برای رصد اونها حداقل به دوربین 2 چشمی نیاز خواهید داشت. برای پیدا کردن اورانوس باید فاصله بین زهره و مریخ رو جستجو کنید و نپتون بین مشتری و زحل توی آسمون پیدا خواهد شد. رصد سیارات در مناطق مختلف. این همترازی سیاره‌ای برای اکثر جمعیت زمین قابل مشاهده است، اما بعضی مناطق شرایط بهتری خواهند داشت. توی نیمکره شمالی در شهرهایی با عرض جغرافیایی بیشتر از شهرهای لندن یا نیویورک، نزدیکترین سیاره به خورشید یعنی عطارد بسیار نزدیک به افق خواهد بود و در روشنایی گرگومیش محو خواهد شد. توی این مناطق بقیه سیاره ها هم توی ارتفاع کمی از افق شرقی قرار دارن که رصد اونها چالش برانگیز میشه. با گذر روزها عطارد توی آسمون بالاتر میاد و شرایط رصدی بهتری خواهد داشت. برای رصدگران ارضهای شمالی تر مثل ساکنان اسکاندیناوی و آلاسکا که توی این بازه از سال خورشید هرگز غروب نمیکنه، رصد سیاره ها غیر ممکن خواهد بود. بهترین منظره توی مناطق استوایی و نیمکره جنوبی دیده میشه. توی این مناطق سیاره ها قبل از طلوع آفتاب فاصله بیشتری از افق دارن. فارغ از اینکه کجای زمین زندگی میکنی، توصیه عمومی برای دیدن این همترازی سیاره ها پیدا کردن و نگاه به افق شرقی بدون موانع زمینی از 1 ساعت تا 30 دقیقه قبل از طلوع خورشید به وقت محلیه. پس فراموش نکنید که اگر این فرصت رو از دست بدید، باید 18 سال دیگه منتظرش بمونید. ماه راه رو روشن میکنه. برای پیدا کردن سیاره ها رصدگران کافیه به هلال ماه نگاه کنند. بامداد 27 خرداد ماه در سمت راست سیاره زحل دیده شده. بعد از اون در کنار سیاره ها نقشه راهنما رو ایفا خواهد کرد. 29 خرداد ماه به نزدیکترین فاصلهش از زحل توی این روزها رسید. بعدش در 31 خرداد در کنار نپتون قرار گرفت. 1 و 2 تیر به ترتیب ماه به ملاقات مشتری و مریخ خواهد رفت. 4 تیر ماه ملاقات نزدیکی با اورانوس خواهد داشت
و درست در میانه یه فاصله مریخ تا زهره دیده میشه. فردای اون روز توی صبحگاه پنج تیر هلال باریک ماه درست بالای سر سیاره پرنور زهره وایمیسه و چشم انداز زیبایی رو ایجاد میکنه و در پایان توی ششم تیر در نزدیکی سیاره عطارد با این جمع خداحافظی میکنه. تماشای گرد همایی سیارات با چشم غیر مسلح. گرد همایی سیاره ها به سادگی با چشمان غیر مسلح دیده میشن، اما یک دوربین دو چشمی جزئیات بیشتری ازشون رو نشون میده. با نشانه روی به طرف مشتری، سطح گازی کرم رنگ اونو به همراه چهار قمر بزرگش میتونید ببینید. تلسکوپ های کوچیک قرص سیاره ها رو نمایان کرده و جزئیاتی مثل کمربند های گازی مشتری و حلقه های زحل رو آشکار می کنند. اورانوس و نپتون خیلی کم نورتر هستند و با دوربین دو چشمی فقط نقطه‌ای به رنگ آبی به نظر می رسند. به کمک تلسکوپ میشه قرص این سیاره ها رو هم تفکیک کرد که با توجه به فاصله 2.9 میلیارد کیلومتری اورانوس و 4.5 میلیارد کیلومتری نپتون از زمین واقعا شگفت انگیز به نظر میرسه. به نظر ما ساینتیایی ها نباید تماشای این رویداد جذاب رو از دست بدید. این ویدیو هم به پایان رسید. لطفاً برامون کامنت بذارین و بهمون بگین که پادشاه منظومه شمسی لقب کدوم سیاره است. به نظرتون آیا منظومه شمسی از مرگ خورشید جون سالم به در میبره؟ خوشحال میشیم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.